سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم. 452,000 این تعداد کشتارهایی که بازیکن برتر و شماره یک اسکای وارز لایف لانگ داشته. قطعا کنار اون بودن خیلی خطرناکه، اما خطرناکترین دنیای ماینکرافت چیه؟ اگه احتیاط نکنید دنیای ماینکرافت میتونه خیلی مرگبار باشه. راه‌های خیلی زیادی برای مردن وجود داره، اما آیا دنیا یا سید خاصی در ماینکرافت وجود داره که بتونیم اونو خطرناکترین دنیا در نظر بگیریم؟ به دلایلی توی ویدیو امروز میخوام به همین موضوع بپردازم. امیدوارم لذت ببرید. قبل از دیدن ویدیو یادتون نره لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید. لینک دیسکوردمون هم داخل دیسکریپشن میذارم، حتما اونجا جوین بشید و با ما در ارتباط باشید. حالا بریم سراغ ویدیو. وقتی به کلمه خطرناک فکر میکنید، یکی از چیزهایی که باید سریع به ذهن میاد مواد مذابه. اگه احتیاط نکنید، مواد مذاب توی چند ثانیه شما رو میکشن. اما اگه داخل مواد مذاب اسپام بشین چطور؟ اصلا بارگذاری این سید در ماینکرافت 1.8.9 توصیه نمیشه، چرا که درست وسط مواد مذاب اسپام میشید و در کمتر از 5 ثانیه میمیرید. اگرچه که با اسپان دوباره از مواد مذاب بیرون میایید، اما اگه روی حالت سخت باشید کار تمومه. البته که حالا داخل دره گیر میافتید که راه خوبی برای خروج ازش وجود نداره، به جز اینکه دوباره بمیرید و سعی کنید بیرونش اسپان بشید. آیا این دنیا خطرناکترین دنیای ماینکرافته؟ نه لزومن. در واقع تعداد زیادی سیت هست که شما رو در مواد مذاب اسپان میکنه. خب خطرات اصلی یه دنیا کدومان؟ سه موردی که سریعا به ذهن میان شامل دره ها، کوه ها، چشمه ها یا برکه های مواد مذاب هستن. پس شاید خطرناکترین دنیای ماینکرافت اون دنیاییه که بیشترین تعداد از اینا رو داره. 100 دنیای تصادفی رو بارگذاری میکنیم، بعد تک تکشون رو در یک مربع 16 در 16 حول اسپان بررسی میکنیم و تعداد این موارد رو داخلشون میشماریم. دنیایی که بیشترین تعداد داشت این یکی بود که 2 دره، 1 بخش مواد مذاب و 5 کوه رو در یک قطعه 16 در 16 حول اسپان جای داده بود. آیا این یعنی اینکه این دنیای ماینکرافت خطرناکترین دنیای کل ماینکرافته؟ بازم شاید به برداشت شخصی بستگی داشته باشه. این دنیا قطعا امکانات زیادی داره که میتونن شما رو بکشن. پس آره، میتونه یکی از خطرناکترین ها محسوب بشه. اما میتونیم دنیاهای خیلی خیلی مرگبارتری رو هم پیدا کنیم و این کار رو خواهیم کرد. در 100 دنیا 45 قسمت مواد مذاب، 60 دره و 135 کوه وجود داشت. در این مورد هر کوه انقدر مرتفعه که اگه قرار باشه ازش بپرید قطعا میمیرید. اما این یافته‌ها کمی گمراه کننده هن. طبق این داده ها باید انتظار داشته باشید تک تک دنیاها 1 و 3 کوه در هر قطعه 16 در 16 هول اسپان داشته باشن، اما واضحه که اینطور نیستش. دلیل این داده ها اینه که زیست بوم های کوهستانی که داخلشون کوه دارن معمولا بیشتر از 1 کوه رو شامل میشن، بنابراین میانگین به ازای هر دنیا بالا میره. اما دنیاهایی که به ازای هر اسپان بیش از 1 کوه دارن چی؟ منظورم دنیاهای تقویت شده است. وقتی دنیای جدیدی میسازید این امکانو دارید که اونو تقویت شده کنید. با این کار قلمروهای خیلی باهار و به ظاهر وحشیانه ایجاد میشه. البته که خیلی هم خطرناکن. با استفاده از این چینش از 100 دنیایی که ساختیم 98 تا از اونها کوههای خیلی زیادی در اسپان داشتن. در 2 مورد دیگه هم داخل اقیانوس اسپان میشیم. دنیاهای تقویت شده در واقع زیستبوم‌های دائمی با کوههای بسیار بلند هستن که اگه از بالا تفحص کنید یا بی‌احتیاط باشید میتونن خیلی خطرناک باشن. پس جای بحث داره که شاید دنیاهای تقویت شده خطرناکترین دنیاها در کل بازی باشن. اما دنیاهایی که به دلایل دیگه خطرناک هستن چطور؟ این سید شما رو دقیقاً کنار یه پایگاه پلیجر اسپام میکنه که اگه مراقب نباشید میتونه خیلی سریع شما رو بکشه. در حالی که این یکی شما رو درست وسط اقیانوس اسپام میکنه و نزدیکترین زمین خشکم اینه که 188 بلاک باهاتون فاصله داره. نزدیکترین درختم 363 بلاک ازتون دوره. اگه نتونید چوب یا غذا پیدا کنید و مجبور به شکار ماهی و شنای دیوانوار و با فاصله از نیزه‌ها باشید این میتونه خیلی خطرناک باشه، یا حتی شاید این سیت که در ابتدا شاید بی‌دغدغه به نظر بیاد تا وقتی که متوجه میشید درست وسط جنگل بامبو یه مرداب مواد مذاب هستش که میتونه تمام زندگی جانوری رو بسوزونه و آتش سوزی عظیمی به پا کنه.
البته که CO2 ضرر زیادی هم وارد اتمسفر میکنه و میتونه تمام کسانی که بهش نزدیک میشن رو خفه کنه. راستی این اتفاق فقط تو روزمره زندگی واقعی اتفاق میفته، نه تو بازی. فقط خواستم جو بدم. پس دنیاهایی که نه به دلایل طبیعی بلکه به دلایل انسانی خطرناک هستن چطور؟ این دنیا و سین ظاهرا به نظر خیلی عادی میاد، نه؟ چیز عجیبی نداره. اما در واقع این دنیای توبی توتی هستش، بزرگترین سرور نابسامانی در ماینکرافت. وقتی به تصویر منظره توبی توتی نگاه میکنیم، تصور سختی‌هایی که سید اون پشت سر گذاشته واقعا سخته. در توبی هیچ قانونی وجود نداره، یعنی کاربران با هک‌های مختلف آزادانه داخلش میچرخن و هر بازیکن جدیدی که وارد میشه رو میکشن. تازه این بدترین قسمتش نیست، اما فعلا نمیخوام به بدترین قسمتش بپردازم. اما مشکلات در زمینه بقا به همین محدود نمیشن. حتی تا هزاران بلاک اون طرفتر از اسپان تقریبا هیچ درختی دیده نمیشه و پیدا کردن غذا هم شدیداً سخته، مخصوصا اگه هکر مخصوص خودتون رو نداشته باشید. اما بازم خیلی سخته. پس میشه گفت که توبی توتی خطرناکترین دنیای ماینکرافته، چرا که وقتی واردش میشید اگه دوستی نداشته باشید یا کارتون رو بلد نباشید نجات پیدا کردن خیلی سخته. اما بیاید برگردیم به دنیاهای تک بازیکنی و سینگل. آیا دنیایی هست که بشه بهش لقب خطرناکترین رو داد؟ دنیاهای دیگر رو در نظر بگیرید. بوت‌های دیگه. چی از اوورورلد خطرناک‌تره؟ خب دنیای ندر و اند. اون دو بوت که احتمالاً همه باهاش آشنا هستیم، قطعاً از دنیای طبیعی مرگبارتر هستن. دنیای ندر پر از مواد مذاب، پیگرین، گست و پیگرین‌های وحشی بی‌رحمه. در حالی که دنیای اند پر از اندرمن و فضای خالیه. و البته که دراگون لعنتی هم فراموش نکنیم. همیشه دنیای طبیعی خیلی بهتره. اما حتی دنیاهای خطرناکتری هم وجود داره که ابعاد سفارشی هستن. به روز رسانی روز دروغ آوریل سال 2020 ابعاد نامحدودی رو ارائه داد. میتونستید در ادامه فرمان وارپ هر عبارتی دوست دارید بنویسید و بوم. به یه بعد تصادفی سفارشی فرستاده میشدید که اغلب اوقات خیلی هم مرگبار بودن. بعضی ابعاد مثل رنگ‌ها خیلی تغییری در دنیا ایجاد نمی‌کردن. تعدادی هم مثل پل‌ها به خودی خود خطرناک نبودن، اما پیشروی در اونها تقریبا غیر ممکن بود و بعضی هم مثل دنجر فوق‌العاده خطرناک بودن. فقط یه بدراک سخت سنگی داره و خیلی دنیاهای بسیار مرگبار دیگه. راستشو بخوان هیچ راهی نیست بشه به طور قطع مرگبارترین بود رو پیدا کرد، چون تعدادشون اونقدر زیاده که همیشه احتمالش هست یه خطرناک‌تر پیدا بشه. اما توصیه می‌کنم بررسی کنید و ببینید چه ابعادی می‌تونید پیدا بکنید. بعضی از دنیاهای ماینکرافت در واقع خطرناک نیستن، اما شاید خلاف اینو میگن. این دنیا ظاهرا خیلی جذاب به نظر نمیاد، اما اگه این سید رو در ماینکرافت آلفا بارگذاری کنید میتونید این اسکرین شات رو پیدا و بازسازی کنید. اولین پستی که شایعات هیروبراین رو شروع کرد، دنیای اصلی هیروبراین. تونستن تنها با یه اسکرین شات این موضوع رو کشف کنن که به نظر خیلی جالب توجهه. احتمالاً یه ویدیو دیگه هم با همین اسم از شخصی به نام اووانجی میبینید. اووانجی الان در زمینه بازی و داستانهای وحشتناک کار میکنه، اما قبلا برای ماینکرافت هم تولید محتوا میکرد. اون معمولاً سیدهای خطرناک و تسخیر شده رو نشون میده. سیدهایی که اعداد 666, 999, 404 یا 303 یا اعداد شیطانی و رمزی دیگه دارن، معمولاً تسخیر شده محسوب میشن. حتی با اینکه شاید هیچ واقعیت یا خطری پشت این موضوع نباشه. اما این پیچیدگی ادامه داره، چرا که چندین داستان وحشتناک وجود داره که با جزئیات توضیح میده چرا این دنیاها انقدر خطرناک هستن و تعدادشون هم واقعا نگران کننده است. سید 149328 در اشغال یه موجود خبیثه که بازی شما رو به هم میزنه و خراب میکنه. سید 8476 داستان یه پسره که مادر بزرگش برای کریسمس بهش ماینکرافت هدیه میده و حین بارگذاری سید 8467 هک میشه و خونش مورد تجاوز قرار میگیره. و دنیای 6000 راجع به این موجود رمزالود عصبانیه که اگه به حریم خصوصیش تجاوز کنید به دنیای واقعی میاد و بقیهش رو نمیتونم بگم چون خیلی ترسناکه. و استیو خونی که یادش رفته لباسیرش رو پاش کنه. البته همینجا تموم نمیشه، تعدادشون خیلی بیشتره. واضحه که هیچ جای نگرانی برای شما وجود نداره، تمام اینا بر پایه سرگرمی ساخته شده. اما در حوزه داستانی قطعا اینا از خطرناکترین دنیاهای ماینکرافت هستن. چیزایی مثل دره، کوه و مردابای مواد مذاب قطعا خطرناکن، اما واقعا به بازیکن بستگی داره که از سقوط بمیره یا از مواد مذاب. جای بحثی که این سید که شما رو دقیقا روی لبه کوه اسپام میکنه میتونه از سیدهای قبلی خطرناکتر باشه، چرا که اگه بدون فکر کردن کلید جهت رو زیاد نگه دارید خواهید مرد احتمالا. اما بیشترین بازیکنان کجا میمیرن؟
بعد از بررسی چندین مورد مرگ در حالت هاردکور، یکی از مکانهای مانکرفت مشررن ثابت کرد که میتونه خطرناکترین جا باشه. بی هیچ چون و چرایی، غارها. از بین 100 مرگ سختی که شاهدشون بودیم، 51 مورد از اونا در غار رخ دادن. چه به خاطر بچه زامبی باشه، عنکبوت یا اغلب اوقات کریپر. پس ما اینکه نمیشه خطرناکترین دنیا رو مشخص کرد، اما خطرناکترین بخش دنیاهای مانکرفت احتمالاً غارها هستن. اما میتونیم یه قدم فراتر هم بریم. در بروزرسانی جدید 1.17 سطوح جدیدی زیر صفر اضافه شدن که تا منفی 64 هم میرسیدن و ماپ‌های جدیدی مثل واردن‌های ترسناک هم برای اشغال این غارها اضافه شدن. این واردن یه تانکه که بر اساس صدا شکار میکنه و میتونه بازیکنی که کاملاً زره پوشو داره هم تشخیص بده. در نتیجه میشه گفت که خطرناکترین بخش هر دنیایی غارهای عمیق اون هستن که نه تنها کریپرها رو دارن که سبب 26% مرگ‌های سخت هستن، بلکه واردن‌ها رو هم دارن که واضحه که خیلی مرگبارن. پس برای پاسخ به سوال اصلیمون باید بگیم بستگی داره منظورتون از خطرناک چی باشه. اگه منظور جاهایی که افراد بیشتری توش میمیرن، دنیاهای تقویت شده یا این دنیا که 5 کوه 2 دره و مواد مذاب داره، شاید اینا خطرناک‌ترین باشن چون جاهای زیادی داره. علاوه بر اون اگه میخواید خطرناک‌ترین بخش‌های این دنیاها رو پیدا کنید، کافیه برید سراغ غارهای عمیقی که واردنا توش حضور دارن. اگه منظورتون به چالش کشیدنه، اونایی که شما رو وسط اقیانوس اسپان میکنه یا ابعاد نامحدود سفارشی از همه خطرناک‌تر هستن. بازی در اونها تقریبا غیر ممکنه. و اگه منظور تأثیر روی بازیکن باشه، تو بی تو تی بیشک خطرناک‌ترین و محبوب‌ترین دنیای ماینکرافته که تعداد هکرای داخلش واقعا مرگبارن. اما در انتها به برداشت شخصی خودتون برمیگرده. خب ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیوی بعدی، روز و شب خوبی داشته باشید.